سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. امروز قرار در مورد بحث تورم شدیدی که توی قیمت بنزین یا فیوئل یا گس توی آمریکا اتفاق افتاد صحبت کنم. دقیقاً تو عرض 10 روز روی هر گالون 1 دلار اضافه شد و حالا از سال گذشته تا الان قیمت بنزین دو برابر شده، که واقعاً چیز عجیب غریبی به نظر من. و خب توی کشوری که معمولاً ثبات داره و معروفه به ثبات داشتن، همچین اتفاقی خیلی عجیبه. قضیه از اینجا شروع شد که من دیشب رفتم بنزین بزنم، دقیقاً هفته پیش تا 10 روز پیش تا من بنزین زدم، مثلا باک بنزین ماشین من شد 55 دلار. بعد دیشب که رفتم بنزین زدم، قیمت یه باک بنزین مثلا ماشین من شد 70 دلار. اینجا بنزین بر اساس گالون هستش، یعنی هر گالونی هم که تقریباً 3.8 لیتر، یعنی 4 لیتر تقریبا. خب و اینجا قیمت بنزین بر اساس گالونه نه بر اساس لیتر. مثلا شما پمپ بنزیناش هم اینجوریه که یه تابلو خیلی بزرگ معمولا جلوی هر پمپ بنزین هست که قیمت بنزین رو میذاره. حالا تو مثلا ایران نیست، حالا ایران قیمت در واقع بنزین رو روی تابلوی بزرگ معمولا نمیذارن، اما اینجا اینجوریه که تابلو خیلی بزرگ در هر پمپ بنزین یا گس استیشنی نصب میشه و اونجا میذاره مثلا هر گالون مثلا اینقدر دلار. اولی که من اومدم آمریکا در واقع همون پارسال اینا، قیمت بنزین بود 2 خورده‌ای، مثلا 2 دلار، 2.1 دهم، 2.2 دهم. بعد افزایش پیدا کرد تا یه ماه پیش مثلا رسید به 3.5 اینا، 3.1 دهم، 3.2 دهم دلار. و یه هوی از یه ماه پیش قیمت همینجوری اومد بالا که الان که ما امروز 11 مارچ 2022 تقریبا 10 روزی 2 هفته شما بگیرید بعد از شروع جنگ روسیه و اوکراین، یهوی قیمت رسیده به 4.5 گالون و 4.5 دلار بر گالون، یا 4.4 دلار پر گالون. و یهوی میگم مثلا توی یه هفته اینقدر قیمت بیاد بالا خیلی چیز عجیب غریبیه. و شما حالا یه حساب کتاب بخواییم بکنیم، یه نسبت تناسب بگیریم بین نسبت بنزینی که من مصرف میکنم با توجه به حقوقم اینجا و اون از قیمتی که تو ایران هست، تقریبا چیز مشابه. ببین مثلا من شاید حقوقم یه چیزی باشه حدود 2000 دلار در ماه، خب که حقوق پایینیه تو آمریکا. حالا چون دانشجوی دکترا هستیم و اینا، کلا فاندامون کم است. فکر کنین شما 2000 دلار در ماه من میگیرم، اگر خیلی کم بنزین مصرف کنم 3 باک بنزین در ماه خواهم زد، که 3 باک بنزین با این قیمت الان تقریبا میشه 200 دلار بر ماه. 200 دلار از 2000 دلار رو من در واقع دارم پول بنزین فقط میدم، که یعنی 1/10 حقوقمو باید بدم برای بنزین. حالا تو آمریکا هم بچه‌ها مثل ایران نیست، ایران مثلا شبکه شهریش به هم نزدیک، آمریکا گسترده است. شما از این ور بخوای بری مثلا یه ور دیگه کلی مسافت باید بری، خب یعنی 10 کیلومتر، 20 کیلومتر، 30 کیلومتر، یه چیز خیلی طبیعیه تو آمریکا واسه جابجا شدن. و اما حالا تو ایران مثلا قیمت بنزین 1500 تومانه. خب حالا شما فکر کن ماهی 100 دلار هم 100 لیتر هم ببخشید مثلا مصرف کنی، 100 لیتر بنزین تو ایران مصرف کنی، یا مثلا 120 لیتر بگیر، خب با قیمت مثلا 1500 تومان تقریبا میشه همون 300,000 تومان، 400,000 تومان، اصلا بگیریم 500,000 تومان. خب که 500,000 تومان حالا توی حقوق تقریبا مثلا میگم 3-4-5 میلیونی، تقریبا همون نسبت تناسب 1/10 رو داره. یعنی یک فردی که توی ایران حقوقش تقریبا 4-5 میلیون تومان هست، که فکر کنم توی طبقه متوسط هم قرار میگیره این قضیه، با 5 میلیون تومان درآمد ماهیانه 1/10 رو داره میده واسه سوفرش. یعنی الان اون نسبت تناسبی که من دارم نسبت به حقوقم اینجا پول بنزین میدم، دقیقا تقریبا مساوی اون چیزیه که تو ایران دارم اگه بودم میدادم. خب و این قضیه چا واقعا اذیت کننده شده الان، و اصلا جالب بود که ببینم چجوری هست. رفتم یه سایت رو نگاه کردم که این سایت کل آمار تغییرات بنزین توی آمریکا رو تو سالهای مختلف نشون میده، و وقتی که نگاه میکنم میبینم این روند بالا پایین داشته همیشه. یعنی این روند میگه مثلا رفته بالا 4 خورده‌ای بعد اومده پایین. حالا تو ایران فکر کنم این اتفاق تا حالا نیافتاده که یه قیمت بنزین بیاد بالا دوباره بیاد پایین. خب اما اینجا این اتفاق افتاد. الان سایت نشونتون میدم با همزه آمارش رو داشته باشیم چجوری هستش.
اما وجودی که عجیب بود واسه من این بود که شما فکر کنید الان از پارسال که قیمت بنزین هر گالونش $2 بوده الان شده $4.5 و اگر حالا مثلا قیمت فکر کنم اینجوری دیگه اگه قیمت دو برابر بشه تورم یعنی 100%، یعنی الان توی آمریکا توی یه سال گذشته قیمت بنزین هر گالونش دو برابر شده، قیمت بنزین دو برابر شده، بنابراین تورم 100% رو داریم توی در واقع این مصرف سوخت آمریکا که خیلی عجیبه و دلیلش حالا یکی از دلایل عمدهش که همین قضیه جنگ روسیه و اوکراین که بهتون میگم شاید توی 10 روز $1 اومد بالا دقیقا، یعنی از 3.5 رسید به 4.5 و دلیل دیگه‌اش هم نمیدونم بخاطر رئیس ریاست جمهوری بایدن هستش یا هر چیز دیگه که از سال گذشته یهو اومد $1 دیگه هم اونجوری اضافه شد. بریم ما هم دیگه آمار سایت رو داشته باشیم و ببینیم تغییراتش چجوری بوده. خب بچه سایتی که من انتخاب کردم سایت eia.gov هستش که در واقع مخفف گاورمنت، در واقع سایت رسمی بخش انرژیشون و پترولیوم ایناشون هستش که اینجا میبینید نوشته پترولیوم و آدر لیکویدز که وقتی میای اینجا نگاه میکنی، حالا ما اینجا آپشن مانسلی رو انتخاب کردم، اومده میاد میگه که US all grades of formulation retail gasoline prices که قیمت پرایس رو میبینیم که حالا توی سالهای مختلف از 1900 مثلا 90 چون بگیدون آمارشون هست تا الان که 2022 هست، یه جامپی رو توی سال 2008 تقریبا اینجا تو سال آره تو جولای 2008 داشتن که قیمتش بوده 4.11 سنت بر گالون دلار بر گالون که تقریبا بالاترین نرخ قیمت بوده توی چند سال اخیر، بعد یه دراپ شدید داشته اومده مثلا اینجا رسیده به 1.7 و دوباره نوسان پیدا کرده رفته بالا اومده پایین، مثلا تو سال 2016 قیمتش دوباره مثلا شده 1.8 دلار و بعد دوباره افزایش داشته کاهش داشته، تو سال 2020 رسیده مثلا به 1.9 دلار، این افزایشه مثلا توی سال 2018 و تا روی 2.9 دلار بوده، بعد که دیگه از در واقع می 2020 افزایش قیمت شروع شده تا اینجا که آخرین آمارش مربوط به فوریه 2022 است، یعنی ماه پیش، الان مارچ هستیم بچه، آمار مارچ رو هنوز وارد نکرده، آمار این به صورت میانگین ماهیانه است دیگه. خب الان مثلا فوریه که تمام شده میانگین قیمت دلار در قیمت بنزین در ماه فوریه هست و 611 دلار پر گالن که مال سال 2002 ماه گذشته است و الان امروز نرخ مثلا بنزین دقیقا هست 4.40 که یعنی همین یه ماه گذشته تا الان 1 دلار بر گالون افزایش قیمت رو داشتیم که این آماره خیلی عجیب غریبه. حالا میگم چیزی که عجیب غریب تر هستش این که وقتی میره بالا در واقع میاد پایین دوباره، یعنی افزایش نرخ باز بعد از در واقع تحلیل هایی که انجام میدن و سیاست هایی که دارن دوباره احتمال داره کاهش هم پیدا بکنه. حالا این سایت هستش که اوپن اکسس هم هست، شما میتونید بهش دسترسی داشته باشین که میاد واسه ماهای مختلف به صورت دقیق قیمت بنزین رو در آمریکا مشخص میکنه. خب دوستان عزیز، امیدوارم این ویدیو واسه تو مفید باشه، دیدتون بازتر شده باشه نسبت به خیلی قضايا و امیدوارم که اطلاعات مفید در اختیارتون قرار داده باشم. خیلی ممنون کانال سابسکرایب میکنید، حتما نظر بدید و بگید در مورد چه موضوعاتی ویدیو تهیه بکنم. خیلی ممنون و وقتتون بخیر.